سلام و خوش اومدین به یک قسمت دیگر از هفته نامه های آکادمی گنج. بعد از هفته جنجالی آخر جولای، هفته گذشته هفته جالبی بود. به نظر میرسه که خیلی از بازارها خودشون رو برگردوندند و به چارت هفتگی بعضی از بازارها که نگاه میکنیم حتی عجیبه که ببینیم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اما بریم یک کمی بیشتر راجع به این صحبت کنیم که دقیقاً چی شد، چه کاتالیزورهایی وجود داشتن که باعث این نوع حرکت در هفته گذشته شدن و چه چیزهایی در هفته آینده در انتظارمون هستش. با ما همراه باشیم با یک ویدیوی کوتاه در هفته نامه ها. خب مثل همیشه بیایم یک کمی از اخبار شروع کنیم. اگه یادتون باشه هفته گذشته وقتی داشتیم صحبت میکردیم گفتیم که آقا دو تا اتفاق اصلی افتاد که باعث اون ترس و ریزش در بازارها شد، چه بازار بورس آمریکا و چه بازار کریپتو. یکیش بحث ژاپن بود و دیگری نگرانی از رکود بود به خاطر بالاتر رفتن نرخ بیکاری ها. و خب هفته‌ای که گذشت یه جورای جفت اینها یه اتفاقات جدیدی داخلشون افتاد. بریم دونه دونه بررسی بکنیم. اول از همه از ژاپن شروع بکنیم. از ژاپن، از بانک مرکزی ژاپن صحبت‌های بیرون اومد. یک کمی اوضاع رو، نگرانی سرمایه‌گذارها رو کمتر کرد. کماکان نرخ تغییر نکرده. 25% باقی مونده. اما جمله‌ای که شاید خیلی مهم بود این بود که Japan is not in an environment where we would be behind curves unless we hike rate at set pace. We don't hike rates when markets are unstable. یعنی اگر بازار در تشنج باشه، اگر که مستحکم نباشه، خیلی وقت خوبی نیستش برای ژاپن و ژاپن در وضعیتی نیستش که بتونه این افزایش نرخ بهره ها رو تحمل کنه. احتمالاً خبراشو شنیدین. میگم این تاثیر فقط در بازار بورس آمریکا و کریپتو نبود. بازار بورس ژاپن یک هیت بسیار بسیار بزرگ رو تجربه کرد در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، یعنی دو هفته پیش از الان. و خب این طبیعتاً نگرانی بانک مرکزی ژاپن رو هم برانگیخت و منجر به این حرفا شد که یک کمی اوضاع رو، میگم یک کمی آبا رو آروم‌تر کرد. کماکان هیچ چیز فاندامنتالی تغییر نکرده، حداقل در جبهه ژاپن، ولی خب یه ذره خیال‌ها راحت‌تر شده. اما مهم این یکی از عناصر مهم بود. عنصر دیگه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم بحث نگرانی از رکود، افزایش نرخ بیکاری بود که اون هم یه ذره در واقع بهتر شد، کمی نرم‌تر شد. چرا این اتفاق افتاد؟ روز پنجشنبه که یکی از روزهای سبز بازار بود، ما unemployment claim ها رو داشتیم. unemployment claim ها چی هستن؟ شما وقتی که یک نفر کارش رو از دست میده و میخواد درخواست بیمه بیکاری میده، اینا لیستش ثبت میشه و منتشر میشه. و خب انتظار این بود که 241,000 درخواست بیمه بیکاری جدید دریافت کنیم در روز پنجشنبه، اما این عددی که اعلام شد 233,000، یعنی کمتر از انتظارات بود. و خب با اینکه عدد کوچیکی نیستش، الان بخوایم مقایسه بکنیم میتونیم ببینیم که تقریبا از کل 2024 بیشتر بوده این عدد، ولی خب دوباره یه ذره اون سناریوی رکود رو یک کمی نرم‌تر کرد و خب این باعث یه ذره میگم آرامش گرفتن بازارها شد. و خیلی جالبه که اگر به نمودارها نگاه بکنیم، من میخوام یه جامپ خیلی کوچیکی بزنم به نمودارها، به طور خاص بازار بورس آمریکا S&P 500 رو میخوام نگاه کنم. نمودار هفتگی رو داریم میبینیم. میتونیم ببینیم که فاصله نقطه بسته شدن در جمعه هفته گذشته رو اگر مقایسه بکنیم با قیمت بسته شدن در انتهای جمعه ای که گذشت، تقریبا هیچ تغییری نکرد. یعنی کل این هیاهوها تقریبا هیچی نبود. یک ریزش بزرگ و یک بازگشت بزرگ رو شاهد بودیم و تقریبا قیمت همونجا باقی موند. وضعیت مشابهی در مورد کریپتو هست. بیشتر راجع به تکنیکال ها صحبت میکنیم، ولی خب میخوام این آرامشی که در بازار یه ذره در بازار برگشته رو با هم ببینیم که دلیلش چی بوده. اما آیا پایدار هستش این آرامش یا نه؟ از نظر شخص من این هستش که یک کمی دیگه این استرس به نظر من جا داره که ادامه پیدا بکنه. چرا؟ علت اصلیش اینه که این بحث فاندامنتال تغییری نکرده. نه نرخ بهره تغییر کرد، نه پیش بینی ها تغییر کردن. الان اگر بیاین نگاه بکنیم به ریت کات هایی که پیش رو هستش در 18 سپتامبر به طور خاص، میتونیم ببینیم که کماکان 100% مطمئن هستن که ما کاهش نرخ بهره 25% خواهیم داشت و 50% تقریبا مطمئنن که کاهش نرخ بهره 0.5% رو خواهیم داشت در سپتامبر. و اوضاع در نوامبر تکرار میشه. یه سری ها میگن که تا نوامبر ما 0.5%، یعنی 2.25% خواهیم داشت و 75% معتقد هستن که حتی ما تا اون موقع 0.5% و 25%، یعنی 75% کاهش رو خواهیم داشت. و خب میگم بر همین دوخوا میگم که
اصل قضیه خیلی تغییر نکرده، یک کمی اوضاع به نظر بهتر شده اما خیلی نه. و این اتفاق در جای دیگه دنیا هم ادامه داشت. نرخ بیکاری ها از نیوزیلند اعلام شد. نیوزیلند اکچولی اوضاعش کمی بهتر بود، 14% افزایش رو داشتیم در نرخ کار، یا 14% کاهش در نرخ بیکاری رو داشتیم و نسبت به انتظارات. و در کانادا هم در کانادا ولی برعکس، 2800 تا شغل از دست رفت در حالی که انتظار میرفت که 26000 تا شغل جدید اضافه بشه، ولی خب نرخ بیکاری به 6.4% رسید و 0.1% کمتر از انتظاره. امروز نمیخوام خیلی راجع به کانادا و کشور دیگه صحبت کنم، میخوام تمرکزمون رو روی آمریکا نگه داریم، چرا که هفته آینده دوباره یک عدد خیلی جالب، دو تا عدد خیلی جالب خواهیم داشت برای آمریکا. از مهمترش شروع میکنم، روز چهارشنبه 14 آگوست CPI اعلام خواهد شد. CPI نرخ تورم هستش، یک شاخص تورمی هستش و برای بازار بسیار مهم خواهد بود، چرا که CPI بالا، تورم بالا میتونه دوباره نگرانی ها رو برگردونه، به این نتیجه برسونه سرمایه گذاره که فد به این راحتی ها قرار نیست نرخ بهره رو بیاره پایین تا اوضاع این در واقع تورم حل نشه. اما یک CPI که روی انتظارات برای ماه به ماه روی 2.5% باشه میتونه خیال ها رو دوباره حتی راحت تر بکنه از در واقع قیمت ها. همچنین ما PPI رو خواهیم داشت در روز سه‌شنبه 13 آگوست که اونم وضعیت مشابهی داره، یک کمی با نگاه طولانی تر، ولی خب اونجا هم ما وضعیت مشابهی رو داریم. در مورد نرخ بهره ها صحبت کردیم، بریم یک کمی راجع به آنچین صحبت بکنیم و در واقع ایندیکیتورهای مرتبط به کریپتو و در نهایت بعد از اون به تکنیکال ها برسیم. خب اتفاقاتی که در دو هفته اخیر افتاد، طبیعتاً مقدار زیادی لیکویدیشن رو باعث شد. اینجا میتونیم ببینیم که مقدار زیادی از این در واقع نقاط لیکویدیشن گرفته شدن و به خاطر حرکت قیمت به سمت پایین یک خط لیکویدیشن قابل توجه روی 70000 خورده 70700 باقی موند. چیزی هستش که انتظار میرفت، حرکت بسیار قابل توجهی بود، اما نتیجه جالبتر و مهمتری که داشت کاهش قابل توجه اوپن اینترست. دوباره اینو بارها از من شنیدیم، ولی اوپن اینترست کم به معنای لورج کم توی بازار هستش و لورج کم در یک بازار خیلی سالم و هلتی هستش برای اون بازار و این اتفاق برای من خوشحال کننده است. این ریزش برای من به دلایل دیگری هم خوشحال کننده بود که بهش میرسیم، ولی خب کاهش قابل توجه اوپن اینترست رو دیدیم و همچنین برگشتن فاندینگ ریت به سمت پایین رو برای حداقل مدت کوتاهی بعد از ریزش بزرگ تا زیر 50000 دلار دیدیم. این منفی شدن نشون میده که مقدار زیادی پوزیشن لانگ در واقع لیکوید شدن، تریدرهای شورت باقی موندن، اما خب خیلی سریع اوضاع برگشت و دوباره تریدرها آماده ریسک کردن شدن. میگم مخصوصا با خبرهایی که از ژاپن اومد و همچنین خبری که از اوضاع اشتغال در آمریکا اومد بیرون، و الان دوباره میتونیم ببینیم که اوپن اینترست کماکان مثبت، فاندینگ ریت کماکان مثبت و قوی هست، نشون میده تریدرهای لانگ برگشتن، با قدرت هم برگشتن، اما اوپن اینترست بر نگشته، به معنی هستش که هنوز سایزشون خیلی کوچیک هست و این اتفاق خیلی خوبیه. این بهترین حالتیه که حال و روزیه که بازار میتونه داشته باشه. اما برای من به شخصه یکم این ترید لورج دار زود هستش. اول بگم که خب چه کارهای دیگه ای رو کردیم. اگه یادتون باشه من راجع به این صحبت کرده بودم که آقا شما باید در بول مارکت کریپتو، شما باید در 10% ریزش، 15%، 20%، 25%، 30%، 35%، 5%، 5% باید شما اوردر خرید داشته باشین، نه اینکه منتظر باشین قیمت به جایی برسه اقدام به خرید بکنید، اوردر خرید اونجا داشته باشین. و خب این اتفاق افتاد و ما ریزشی که دیدیم در هفته گذشته تا 33.5% ما رو آورد پایین از قله اگر اندازه بگیریم، و من روی 30% در اوردر داشتم و خریدم رو انجام دادم. آیا روی کف تونستم بخرم؟ نه، ولی خب هنوز خریدی هستش که ازش راضی هستم. آیا این آخرین اوردر من بود؟ نه، باز هم جا داره برای پایین رفتن. و خلاصه از یه جایی که بگذره هر ریزشی در کریپتو خوشحالتون میکنه، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، اگر که دیدگاه بنز کافی طولانی مدتی داشته باشیم. هفته پیش بیشتر راجع به موضوعات صحبت کردیم، اما برگردیم راجع به اینکه خب پس کی میتونیم بگیم که آقا تموم شد دیگه، این اصلاح بالاخره به پایان رسید و میتونیم ادامه حرکت رو داشته باشیم. اولا که من یه یادآوری بکنم دوستان، ما کماکان در چی هستیم؟ کماکان در این رنج هستیم. اجازه بدید من این رو بردارم. کماکان در این رنج هستیم و خیلی وقتم هست اینجاییم. چند وقته؟ 181 روز هستش که، ببخشید که زرف کنم زیاد گفتم،
167 روز 170 روز هستش که در این رنج به سر میبریم و رنج نسبتاً کوچیکی هم هستش اگه مقایسه بکنیم با حرکتایی که اتفاق افتاده، رنج نسبتاً کوچیکی هستش. ولی خب این همه رنج کوچیک باعث چی شده؟ باعث کم شدن اون هیجان و یوفوریا اصطلاحاً در بازار شده و اینو خیلی خوب توی OBV میتونیم ببینیم و OBV میدونیم که چیزی ازش که من خیلی دنبال میکنم و اگر ببینید دقت کنید میبینید که روند نزولی OBV نه تنها در واقع قوی تر نشد، در واقع قوی تر به سمت پایین شده، نزولی تر شده و قدرتش رو پس نگرفته. یکی از اولین ریکوایرمنت های من، نیاز های من برای اینکه بتونم به ترید لورج دار قوی نگاه بکنم این هستش که OBV قوی داشته باشم. حالا بسته به مقدار تالرنستون از ریسک میتونه این قوی تعریف متفاوتی داشته باشه. اگر ریسک پذیریتون پایین هستش میتونید منتظر ببینید که یه خطر روند جدی بشکنه. اگر ریسک پذیریتون بالا هستش، مدیریت ریسکتون میدونید دارین چیکار میکنین، میتونید دنبال خطهای با شیب‌های بیشتر بگردین و انتظار منتظر شکستنشون باشین. اگر خیلی خیلی زیاد هستش میتونید حتی کوچیک‌ترین شکست‌ها رو بهش نگاه کنین که البته من بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. نکته دیگه‌ای که برای من مهمه برای اینکه بخوام به ترید لورج دار لانگ نگاه بکنم، شورت مودر سوپیار هستش، معیار آنچین مورد علاقه من که دوستان احتمالاً هم میدونن و بتونیم ببینیم که با عمق قابل توجهی الان زیر یک هستیم. زیر یک بودنش به خودی خود چیز بدی نیست. چیزی که نگران کننده خواهد بود واسه من اینه که یه اتفاقی مثل اینجا بیفته که در ابتدای جولای داشتیم که بیاد زیر یک و از یک مقاومت پیدا بکنه، اونجا جای بدی هست، اونجا جای نگران کننده هست. به طور خاص در مورد شورت مودر سوپیار روزانه و میانگین هفت روزش صحبت میکنم. بسیار عالی. خب پس اینم یک نگاهی به آنچین. بیایم همینجا بحث تکنیکالمون رو هم به پایان برسونیم. اگر بخوایم به قیمت و صرفا قیمت نگاه بکنیم، این خط روند رو از قدیم داشتیم، خیلی وقت داریم، ماه هاست این خط روند اینجاست و اتفاقی که این یکی دو روز افتاد خیلی شبیه یک بازگشت و تست از اینجا هستش و اینم یک دلیل سومی برای من هستش که جای جذابی برای ترید لانگ برای من نیست. دقت کنید، من دارم نمیگم که قیمت بالا میره یا نمیره، دارم میگم جایی نیستش که من دوست داشته باشم ترید لانگ انجام بدم. برای سرمایه گذاری راه حلمو گفتم، 5%، 10%، 15%، 20%، 25% جای خرید هستش، اوردر خرید هستش، ولی برای ترید من نیاز دارم که یک ریسک ریوارد خیلی خوب داشته باشم و کلی دلیل داشته باشم که میگم OBV، آن چین و تکنیکال دلایل اصلی هستن که دنبالشون میگردم. اگر رو بازار بورس آمریکا نگاه کنید میتونید ببینید که وضعیت نسبتاً مشابهی رو داشتیم. یک دقیقه گپی اینجا هستش که به نظر نمیاد هنوز اونقدر پر شده باشه. این گپ گنده اینجا پر شد ولی گپ بالاترش هنوز باقی هست. اگر به OBV اینجا نگاه کنیم، اینجا هم میتونیم ببینیم که توی این روند نزولی قرار گرفته، هنوز شکستی دیده نمیشه، شکست جدی اینجا میتونه نظر رو نسبت به بازار بورس آمریکا هم تغییر بده. ولی خب در همین هفته خیلی موقعیت‌های خوبی در جای جای بازار بورس آمریکا وجود داشت، هنوز هم هست، جایی نرفته. خیلی جالبه که توی این وضعیت طلا آن فیزده اصلا نگرانی درش وجود ندیده نمیشه و داره توی همون رنج کوچولوی خودش در حوالی 2400-2500 دلار، بین 2400 تا 2500 دلار بازی میکنه. اگر به ین ژاپن سر بزنیم، به خاطر حرفایی که زده شد، به خاطر کمتر شدن نگرانی ها میتونیم این بازگشت رو ببینیم. اما وقتی میگم که فاندامنتال تغییر نکرده، کماکان چیزی که برای سرمایه گذارها ملموس هستش سر جاشه، منظورم اینه، منظورم اینه که این ریزش با این بازگشت اونقدر قابل مقایسه نیستش. درسته یک ریلیف بوده، یک آرامشی هستش در این برگشت، ولی خب هنوز 100% نیست و من حداقل احساس امنیت نمی‌کنم برای اینکه بخوام برگردم روی دلار استرالیا نسبت به ین ژاپن. بسیار عالی. خب امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. این هفته یک ویدیو جالب در مورد Efficient Market Hypothesis خواهیم داشت. حتما از دستش ندید. موضوع بسیار جالبی هستش و یه جوری تعیین میکنه که آیا این تحلیل هایی که ما داریم میکنیم، چه تکنیکال، چه فاندامنتال، چه غیره، داریم وقت تلف میکنیم یا نه، واقعا به درد بخور هستش. حتما دنبال کنید. یوتیوب گنج رو لایک کردن، سابسکرایب کردن فراموش نشه. مراقب خودتون باشین و تا دیداری بعد. خدا نگهدارتون باشه.